رابطه با رضا بهرام عزیز باید بگم که خب توی نمایش 300 نشون داد که کمتر باید به سمت موسیقی ایرانی بره، مگر اینکه با تمرین بیشتر قطعا میتونه توی اون ژانر هم موفق باشه، اما نیاز به تمرین داره. اینجا هم باز میبینیم نیاز به تمرین وجود داره، اما خب نسبت به اجرایی که توی نمایش 300 انجام داد این اجرا بهتر. یه موردی هم بود در رابطه با کنسرت رضا بهرام که مخاطب فرستاده، میگه که برنامه توی فومن بود، روی بلیط ها زده بودن رشت و فاصله فومن تا رشت 30 کیلومتره. کیفیت صدا برداری فوق العاده بد بود، به طوری که ما توی ردیف های انتهایی سالن گاهی متوجه نمیشدیم ایشون چی میگن. این سالن هیچ گونه تهویه‌ای نداشت، به طوری که مردم با برگه های بلیط خودشون رو باد میزدن. بالاتر هم نوشته از تمامی ظرفیت سالن برای چیدن صندلی های عروسی استفاده کردند، به طوری که تمامی صندلی ها در دل هم بودن و با بس پلاستیکی به هم وصل شده بودن. 30 ردیف، هر ردیف 30 صندلی و در مجموع 900 صندلی. ما وقتی که داریم اوریج 500 هزار تومان بابت هر بلیت میگیریم، مثلا میگیم 400 هزار تومان، 900 تا بلیت فروختید 400 هزار تومان میشه 360 میلیون تومان. یعنی واقعا برای 360 میلیون تومانی که هزینه شده این سالن باید در نظر گرفته بشه. اصلا شما این صندلی ها رو ببینید، با بس پلاستیکی بستید به هم دیگه. یه مورد دیگه هم همین ساعت برگزاری کنسرت بود که قرار بوده ساعت 10 برگزار بشه، ساعت 10:40 شروع شده. ساعت 10:34 هنوز کنسرت شروع نشده. بعد شنبه یک شنبه‌ای که توی صندلیا هست، یه مدل از چند مدل صندلی گذاشتن توی سالن. قطعاً برگزار کنندگان کنسرت هدف اصلی این انتقادها هستن، اونها باید این مسائل رو رسیدگی بکنن. مشکل خود رضا بهرام نیست، چون برگزار کننده کسی دیگه ایه، خود مسئول سالن کسی دیگه ایه، برگزار کننده نفر اول از نظر من مورد انتقاده، به علت اینکه باید این سالن رو ببینه. آیا لیاقت و شخصیت مخاطب من در حد این سالونه که من توی این سالن اجرا بکنم؟ من آشنایی با سالن های کنسرت رشت و فومن و اون سمت ها ندارم، نمیدونم آیا سالن بهتری نبود برای اجرای این کنسرت. حالا دوستانی که توی رشت کنسرت میرن برای ما بنویسن ببینیم به چه صورته. مسلمن که محکوم این نوع برگزاری کنسرت، این حجم از احترام به مخاطب واقعا قابل پذیرش نیست از شرکت برگزار کننده. ای کاش شرکت ققنوس و آقای توتونچیان پاسخگو باشن برای این کنسرتی که هزینش تمام و کمال گرفته شده، اما آن چیزی که به مخاطب تحویل دادن اصلا استاندارد یک کنسرت با این حدود قیمتی نیست. انقدر ناهماهنگی وجود داره که طرف صندلی رو گذاشته روی سرش، وسط اجرا داره توی سالن حرکت میکنه با اون صندلی. خب این هم میتونه برای شخصیت خود اجرا کننده بد باشه، هم توهین به شخصیت مخاطبیه که توی سالن نشسته، هم رعایت نکردن حقوق مخاطبه. ما وظیفمون این نیست که تنها یک پولی رو بگیریم، یک نفر رو بذاریم اونجا بگیم حالا تو بخون، مردم هم چشمشون کور دندشون نر، پول دادن اومدن فقط اینو ببینن دیگه. سالن هم مهمه، نوع برخورد خود اعضایی که توی اون سالن دارن کار میکنن مهمه، نوع ارائه برنامه مهمه، نوع برخورد خواننده نوازنده ها مهمه. تمام اینها توی بخشی از اون پولیه که شما دارید دریافت میکنید از مخاطب. این اتفاق فقط توی کنسرت رضا بهرام نیفتاده و نمیفته. ما یک اجرا هم داشتیم، مخاطب فرستاده بود از کنسرت آرون افشار توی جزیره قش، که اصلا یه سری از معادلات ذهنی ما رو به هم ریخت. با هم دیگه ببینیمش. سلام خدمت رسانه خوب نیوزیکلند.
کنسرت آرون افشار توی قچ ساعت 8 اول اعلام شد، بعد گفتن ساعت 11، الان ساعت 12:30 و هنوز کنسرت شروع نشده. بعد ایشون اومد نه عذرخواهی کرد، گفت من هواپیما تاخیر داشته نمیدونم از این حرفا. مردم گفتن پول ما رو پس بدید ما بریم، یه سری پرواز داشتن هیچ اهمیتی نده. این هم اتفاقی که توی کنسرت آرون افشار افتاد. چطوری میشه شما کنسرت داشتین توی قشم ساعت 8 بعد توی پرواز تأخیر داشته نرسیدید به کنسرت، پکیج شما میخواین سانچک بکنید؟ بدون شک اگر شما بدون سانچک رفته باشید یا یک اجرای به شدت افتضاح و غیر استاندارد از گروهتون ارائه دادید یا اینکه پلی بک کردید، شما از ظهرش باید با سیستم صدای اون سالن خودتون رو هماهنگ بکنید. باز هم میگم این مشکل رو من از آرون افشار نمیبینم ها، این مشکل قطعا و دقیقا برمیگرده به اجرا کننده. اجرا کننده کنسرت، تهیه کننده، هر اون کسی که داره این کنسرت رو اجرا میکنه. ساعت 8 گفتن برنامه شروع میشه، بعدش گفتن ساعت 11، بعدش شده 12:30 کنسرت شروع نشده. این اصلا عجیب ترین اتفاقه. کنسرت تقریبا دو ساعت و نیم میخواد زمان ببره دیگه. من هماهنگ کردم ساعت 8 میام وارد سالن میشم، ساعت 10:30 ساعت 12 هم پرواز میکنم میرم. بعد طرف فلان شده اومده گفته من پرواز دارم پول بلیتمو پس بدید. حالا که ایراد از طرف ما وقتی باشه چرا نباید تاوان اشتباهاتمون رو بدیم؟ توی اجراهایی که عید نوروز قرار بود برگزار بشه لیست اجراها رو وقتی می دیدم اکثر عزیزان همین بود داستانشون. مثلا زده بود 4 فروردین کیش، 5 فروردین رشت. خب این امشب برنامه رو اجرا بکنه کی پرواز بکنه بره رشت، کی برسه استراحت بکنه، گروه خودش رو آماده بکنه. ما اصلا میگیم شما 4 ماه 5 ماه بکوب تمرین کردید، هیچ احتیاجی به تمرین نداشتید، ولی خب شما دارید گروه خسته میکنید برای اجرای فردا شب. چجوری میشه شما همش توی سفر باشید تمرین نداشته باشید و بعد انتظار داشته باشید برید روی صحنه اجرای خوب هم ارائه بدید؟ این یکی از دلایل اجراهای بده. حالا مثلا آرون افشار کسیه که توی اجرای زنده خودش اوکی قابل قبول اجرا میکنه، خوب اجرا میکنه، اما خب مسلما وقتی ما این اتفاقات رو میبینیم به این قضیه پی میبریم که شما قطعا داره گروه موزیکتون پلی بک داره اجرا میکنه.